رحمان الرحیم. امروز به توفیق الهی سوره زمر 39 سوره قرآن رو آغاز میکنیم. طبق معمولی توضیح مختصری راجع به نام سوره درج میکنم. زمر یعنی گروه، یعنی دسته. این اسم از آیه 71 و 73 این سوره گرفته شده. میگه روز قیامت مجرمین وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرن، گروه گروه میرن. آیه 73 هم میگه متقین به صورت زمرن، گروه گروه وارد میشن، یعنی نماد به اصطلاح گروه و دسته و جمعیته. حالا شاید جلسه دوم یا سوم به اون آیات برسیم، ولی نام سوره از اون آیه گرفته شده. این سوره پیش از سوره های حوامیم قرار گرفته، یعنی از سوره 40 تا 46 با حروف مقطعه حامیم آغاز میشه که اشاره به دو نام حکمت و رحمت خداوند داره که در این 7 سوره تنها واژه‌ای، تنها کلمه‌ای که از هی، جیمی و میم تشکیل میشه تو اون 7 سوره فقط مشتقات حکمت و رحمت، یعنی تنزیل قرآن به صورت تدریجی از سرچشمه رحمت خدا و حکمت خدا، یا برگرفته از اون دو نام نیکوی رحمت و حکمت که نازل شده. این سوره هم در واقع از تنزیل کتاب سخن میگه. میدونید فرق تنزیل با نزول اینه که نزول دفعتن واحده است، ناگهانیه، بارانی که ناگهان میاد، ولی تنزیل در باب تفعیل، یعنی به تدریج. قرآن در شب قدر بر دل مبارک پیامبر نازل شد، ولی در طول 23 سال متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی شکل گرفت. مثالم قبلا زدم، یک نویسنده یک ایدهی به ذهنش خطور میکنه، دریافت کرده، تو ذهنش هست، ولی حالا اگر بخواد یک کتابی بنویسه ماها طول میکشه تا این رو به رشته تحریر در بیاره. یا یه مهندسی یه ایدهی به ذهنش خطور میکنه که یک ساختمانی رو الهام گرفته از طبیعت به این شکل بسازه، حالا باید بره نقشه هاشو تهیه بکنه که پیاده بشه. غذایی هم که در دهان میگذاریم، خب ممکنه در عرض 5 دقیقه نهار رو بخوریم، ولی این ساعت ها طول میکشه تا خورد بشه، هضم و جذب بدن ما بشه. بنابراین هرگاه سخن از تنزیل قرآنه، منظور به صورت تدریجی در طول اون 23 ساله. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این فرو فرستادن تدریجی قرآن از جانب اون خدای یکتایی است که این دو صفت رو اینجا نام میبره. یکی عزیزه، عزیز نه به معنای فارسی دوست داشتنی، عزیز مبالغه عزت، بی نهایت عزت، عزت هم یعنی بلندتر و برتر بودن. زمینی که آب بر او سوار نمیشه عزاز بهش میگن. خدا ابرقدرت جهانه، دستی بالای دست او نیست. بعضی از مترجمین کلمه فرادست رو انتخاب کردن که بنده هم همونو گذاشتم، خدا فرادسته. ولی از اونجایی که میگن قدرت فساد میاره و قدرت مطلقم فساد مطلق میاره، در عالم انسانها البته همیشه دیکتاتورا قدرت مطلق دارن، فساد مطلقم دارن، ولی خدا آن عزیزیه که کارش رو حکمت فرزانگیه. قدرت بی نهایتش باعث نشده که ظلمی به بندگان بکنه، حکیم او. خب این
آیات اول تا 29 این سوره در اولین سال هجرت نازل شده. مسلمان ها همینطوری که میدونید 13 سال در مکه بودن زیر سلطه و فشار و سرکوب مشرکین. پیامبر دوباره اینا رو فرستاد به حبشه که جانشون در امان باشن. سال 13 هم شبانه ترک کردن چون قصد کشتن پیامبر رو داشتن. قبلا هم مردم مدینه که اسمش قبلا یثرب بود، ولی وقتی پیامبر رفتن اونجا اسمش رو گذاشتن مدینه. مدینه یعنی شهر، مدینتون نبی، شهر پیامبر، با یک اساسنامه و آیین نامه همزیستی مسالمت‌آمیز با یهودی‌ها، با مشرکین، با غیره، جامعه آزاد شهروندی در واقع. خب اولین چیزی که خیلی مهمه در یه جامعه نوینی که میخواد پایه‌گذاری بشه، در واقع اون ایدئولوژی و اون اعتقاداتی است که حالا این مردم دارن. وجه تمایز و تفاوت مردمی که در مدینه آمدن با مکیان چیه؟ اونها هم به خدا اعتقاد داشتن. بارها در این کتاب گفته شده اگه ازشون بپرسید لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کی این عالم کهکشان ها رو ساخته، لیقولون الله، حتما میگن الله. 5-6 بار این تو قرآن اومده. اگه ازشون بپرسید کی شما رو روزی میده، حتما میگن الله. حتی یه جا میگه که کی آفریده، میگه خلقهن العزیز العلیم، اون خداوندی که صاحب عزت و علمه. پس مشکل چی بوده؟ هیچ پیامبری برای اثبات وجود خدا نیومده. همواره معاصرین پیامبران چیزی رو میپرستیدن به عنوان خدا. اونها برای توحید آمدن، تک خدایی آمدن، لا اله الا الله، معبودی جز اون نیست. پیامبر اسلام هم برای همین آمدن. اونها به واسطه ها باور داشتن، به شفیعانی. می گفتن که خدا درست آفریدگار جهانه، ولی اداره جهان رو به دخترانش، به فرشتگان سپرده. فرشتگان رو فرض می کردن دختران خدا هستن. اونا رو هم که ما نمی بینیم، ولی به نام اونها، نماد اونها، این بت‌ها رو ما می سازیم. اگه حاجتی داریم، اگه خشکسالی هست، بیماری داریم، گرفتاری داریم، به اینا متوسل می شیم. هؤلاء شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. بارها تو قرآن اومده، مرتب مسئله باور اونها رو به شفاعت مطرح میکنه. آیات شفاعت قرآن ناظر به باورهای مشرکین بوده. موحدین اعتقادی به شفاعت نداشتن در اون موقع، اصلا اونا اعتقادی به آخرت هم نداشتن. منظورشون از شفاعت رفع و رجوع امور دنیا بوده. اگه مریضیم شفا بدند، اگه بدهکاریم اونا کمک بکنن، حاجتهای مادی دنیای خودشونو از طریق قربانی کردن در آستانه بت‌ها میخواستن که اینها برن به خدا برسونن. بنابراین یک باور خدا پرستانه آلوده به شرک، یک نوع خداپرستی که به واسطه ها باور داره، احساس میکنه مستقیم نمیشه سراغ خدا رفت، باید از طریق واسطه ها بریم. این آیه، این سوره شاید بیش از همه سوره های قرآن متعرض این مسئله است. در ابطال چنین باوری هست. میفرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم به حق، یعنی بازی نیست، باطل نیست، بیهوده نیست، سرگرمی نیست. بالحق یعنی حقیقتی داره، یه هدفی داره. هدفش چیه این کتاب؟ برنامش چیه؟ فعبد الله مخلصا له الدین. فای تفریه یعنی پس، در نتیجه حالا که خدا یک کتاب راهنمای عمل جدی و به حق فرستاده، پس بنابراین نتیجه میگیریم که
فعبد الله، خدا رو عبادت بکنید. چگونه؟ مخلصا له الدین، در حالی که دین رو، دین یعنی شیوه عبادت، اعتقادات، همه اینا رو خالص برای خدا باید کرد. هیچ نوع ناخالصی نمیتونه وارد این موضوع بشه. آیه بعد اشاره میکنه به استدلال کسانی که دین خالص نداشتن، یعنی همون خداپرستان، به اصطلاح مشرکین مکه. میفرماید الا آگاه باشید، لله دین الخالص، برای خدا دین خالصه. این لله هم جلو اومده، یعنی دینداری که برای خدا باشه نمیتونه با واسطه باشه، خالص، مبرای از هر گونه شرکت سهامی خدا و بندگان، خدا و فرشتگان، خدا و انبیا. آگاه باشید که برای خدا دین خالصه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اما اون کسانی که به جز الله اولیایی میگیرند، الذین، اون موقع که این سوره نازل شده معلوم بوده کیا رو داره میگه، یعنی همون مکیان، خدا رو کاملا قبول داشتن ولی به شفاعت باور داشتن، به توسل به واسطه ها اعتقاد داشتن، برای امور دنیا، آخرت رو هم قبول نداشتن. میگه اون کسانی که به جز خدا اولیایی گرفتند، واسطه هایی رو اتخاذ کردند، استدلالشون چیه؟ چرا این کار میکنن؟ ما نعبدهم، میگفتن ما که اینا رو عبادت نمیکنیم، ما خدا پرستیم، ما خدا رو عبادت میکنیم. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمیکنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، جز برای این که اینا وسیله تقرب ما به الله هستند. البته اینا که نمیخواستن یه موحد باشن، یه بنده خوب، یعنی اینا حاجت ما رو نزد خدا میبرن، اینا پارتی های ما نزد خدا هستن. همین دعایی که میخونن روزای جمعه، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، شما وجیه هستید، چهارده معصوم، ما رو که راه نمیدن، شما واسطه بشید، از خدا برید بگیرید. اونا میگفتن ما که مستقیم سراغ خدا نمیتونیم بریم، خدا رب الاربابه، یه دهاتی، یه روستایی که با پادشاه مملکت نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، اون با کت خدا یه دهشه، اون با بخش داره، اون با فرمانداره، اون با استانداره، اون با وزیر کشور، سلسله مراتب باید بره جلو، ما باید با این واسطه ها کار بکنیم. این استدلال همچنان هم هست. هم مسیحیان که صلیب میکشن معتقدن در واقع عیساست که این وسیله است، هم میشه در طول تاریخ به گونه‌ای بوده. میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا، اینا وسیله تقرب ما، نزدیک ما به سوی الله هن، زلفام یعنی نزدیکی، شبیه همون معناست، ما رو نزدیک میکنند. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، خدا حکم خواهد کرد در بین اینها، در این اختلافی که ایجاد میکنند. یختلفون مضارع، کدوم اختلاف؟ اگه ما بگیم همه ما بنده خدا هستیم، چه یهودی ها، چه مسیحی ها، چه مسلمون ها، سنی، شیعه، همه با اون خدا کار داریم، ولی اگه قرار باشه هر کسی به سوی واسطه‌ای بره، دیگه ما یکی نیستیم. اگه قرار بشه این به این مرجع اعتقاد داشته باشه، اون به این مرجع، اون به این مرجع، این رساله اینو بخونه، این مال اینو بخونه، هر کدوم از یه راهی بخوایم بریم، وحدت به هم میخوره، اختلاف به وجود میاد. ولی اگه همه به این اصل باور داشته باشیم که مهم تسلیم به خداست، بنابراین ممکنه یه یهودی، یک مسیحی تسلیم به خدا برای ما خیلی عزیزتر و نزدیکتر باشه از یه مسلمونی که شناسنامه ای مسلمونه. یعنی این تعصبات اون وقت پیش میاد،
شیعه و سنی و نمیدونم مذاهب و ادیان مختلف، جنگ 72 ملت در واقع. میگه ایناست که اختلاف به وجود میاد. ولی اگه همه تمام توجهاتشون رو معطوف به اون الله بکنن، یه مشکلی نیست دیگه، همه با هم یکی هستید، همه بنده یک خدا هستیم، یک فرمانو باید اجرا بکنیم، خدا حکم خواهد کرد بینشون. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. ان تأکیده قطعا 100% مسلمن الله لا یهدی، یهدی رو ترجمه میکنن هدایت نمیکنه، ولی خدا که همه رو هدایت کرده. هدایت معنای اصلیش ایصال به مقصوده، یعنی رساندن به هدف. تو از اون طریق میخوای به حاجاتت برسی؟ هرگز خداوند نمیرسونه تو رو. لا یهدی به معنای نرساندن به مقصوده. توضیح دادم قبلا راجع به هدایت، و این یه اشتباهی که در فارسی هدایت و راهنمایی ترجمه میکنن. راهنمایی یعنی آدرس گرفتن، ولی هدایت یعنی بردن، رساندن. در واقع هادی کسی است که پیروان رو به مقصد میرسونه. یعنی این راه، راه واسطه، راه شفاعت، به مقصود نرسیدنه. لا یهدی چه کسی رو؟ من هو کاذب کفار. چرا این دو تا صفت آورده؟ کاذب کیه اینجا؟ یعنی این دروغه، این دروغه که کسان دیگه مؤثرن، میتونن تو چاه جمکران اگر تو حاجتتو انداختی به امام غایب برسونن، اونم سلسله مراتب حاجتت برآورده بشه. این دروغه که اگر به ذریح دستتو گرفتی، اگر نمیدونم متوسل به این و اون شدی، اینا کذبه در عالم واقع. نه تنها کذبه بلکه کفره. کفارم صفت مشبه است، بسیار کفره. کفر یعنی حق ناشناسیه. همه چی رو خدا داده، همه نعمات از جانب خداست، حالا میخوای سراغ بندگان خدا بری؟ یعنی خدا جلاد، سختگیره، مته به خشخاش میذاره، ولی یه آدمایی خیلی مهربونن، خیلی دوست داشتنین، اونا پارتی بازی میکنن، ما رو به اون هدف میرسونن. اگر در دل اونها اینطور که راجع پیامبر ما فرمود فبه ما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو انقدر مهربان و ملایم شدی برای مردم. پس همه چی خداست. انبیا و اولیا رول مدل های ما هستن، بهترین الگوهای بندگی خدا هستن، اونها معلمین ما هستن. ما باید به اونها نگاه بکنیم، راه زندگی توحیدی رو بیاموزیم. شیعه یعنی پیرو، کسی که پی کسی میره، نه اینکه هر وقت مریض شد از او شفاشو بخواد، هر وقت پولش کم آمد قرض داشت بخواد از اونا بگیره. اونا یه همچین نقشی نداشتن، مؤسسات کارگشایی نبودن در زمان حیاتشون، پزشک نبودن، اونا طبیبان دل بودن، طبیبان امراض در واقع دل انسان بودند، اونا معلمین ایمان بودن، اخلاص بودن. ما اونا رو خرج حوائج مادی پایین خودمون داریم میکنیم. خیلی روشنه. حتی یه دعایی تو دعای 13 صحیفه سجادیه از زبان امام سجاد علیه السلام میفهمد من توجه به حاجتهی الى احد من خلقک. خدایا اگر کسی توجه به احد، به حاجتهی الى احد من خلقک، یه حاجتی اگه داره به احدی از خلق تو اگه رو بیاره، احدی یعنی حتی پیامبر و امام، او جعله سبب نوچها، یا فکر کنه که اونا سببن، واسطن، همین چیزی که میخونن دیگه، شما وجیهین، شما برین، یعنی شما سبب این رابطه بشید. میگه فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده، واستحق من عندك فوت الاحسان، مستحق شده که احسان تو قطع بشه بر اون. یعنی نه تنها به نتیجه نمیرسه، خودشو در معرض محرومیت قرار داده. این راه باطله که آدم بخواد حاجتشو از واسطه ها
تصور بکنه که از طریق واسطه ها خواسته هاش برقرار میشه. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگه قرار بود که خدا فرزندی بگیره، اونچنان که مسیحی یا عیسی رو پسر خدا میدونند یا یهودی ها عزیر رو میگفتن عزیرون ابن الله، حالا اینجا میگه فرزند، یا به نوعی یک واسطه ای. اونا با ما فرق دارن، اونا یه جایگاهی دارن، اونا یک قدرت های تکوینی دارن، اونا میتونند خیلی کارا رو بکنن. میگه اگه قرار بود که خداوند فرزندی بگیره، لستفا من ما یخلق و ما یشا، از اونچه که آفریده خودش میتونست برگزینه. سبحانه هو والله الواحد القهار، خداوند منزه پاک از چنین تصورات شرکامیزی. هو والله الواحد القهار، او یکیه و چیره است، بر همه جا چیره است، هیچ چیزی از او غایب نیست که بگیم دیگران حالا میرن به خدا یادآوری میکنن، یه بنده هست، بنده خوبیه. ببینین نتیجه منطقیش چیه. یعنی ما وقتی تو دنیا واسطه تراشی میکنیم پیش کسی، اون خبر نداره، به یه مقامی میگیم که تو برو یادآوری کن، ما این مشکل رو داریم. ولی ما قبل از اینکه خودمون احساس غم و شادی بکنیم، خداوندی که این سلولای مغز ما رو ساخته، قبل از اینکه این احساس به ما دست بده، اون فهمیده. خدا که میدونه در دل ما چه مشکلی هست، چه گرفتاری داریم، پیش از اینکه خودمون بدونیم. حالا میخوایم به کسی دیگر رو واسطه بکنیم اون بره به خدا بگه، چقدر مسخره است این، و چقدر در واقع سطح پایینه نظر درک جایگاه خدا در جهان، که آدم فکر کنه دیگران باید به خدا تذکر بدن، یادآوری بکنه. خب تا اینجا مسئله خلقت رو نشون میده. نه تنها خلقت منحصر به خداست، خلق السماوات والارض بالحق، عالم سماوات یعنی اون چی که بالا سرتونه، عالم کهکشان ها، ستارگان و زمینتونو، با الف لام که آمده یعنی به اصطلاح پلنت خودتونو، اونا رو هم به حق آفریده، اینام هدفدار هستن، غایتی دارند، رو برنامه‌ن. یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل، پرده شب رو روی روز میپوشونه. دیدین وقتی کره زمین حرکت میکنه، یه طرف خورشیده، چطور در واقع نور میاد از اون طرفی که خورشیده، یا از یه طرف داره سایه خودشو برمیچینه، دائما داره میپیچه این نور و تاریکی روی کره زمین. یعنی یه حرکته، حرکت خورشید، حرکت زمین، بعضی انتقالی، دائما اونه که این ستاره ها رو در مدار خودشون داره به گردش در میاره. و سخر الشمس والقمر، خورشید و ماه رو خداوند مسخر کرده، یعنی رام در صدد یه خدمت های اون دائما داره نور و گرما میده، پرتو و افشانی داره میکنه، مسخر، رها نیست که هر کاری دلش میخواد بکنه. کلون یجری لعجل مسما، هر کدوم اینا تا یک سرآمدی دارن جریان پیدا میکنن، یعنی هیچ کدوم عمر ابدی ندارن. حالا مثلا میگن خورشید 13 بیلیون سال عمر میکنه، حدود نصفش مثلا گذشته، هیچ کدوم مطلق نیستن. کلون یجری یعنی هر کدوم جریان دارن، دارن میگردن تا کی، یه عجلی دارن، عجل مسما، مسما یعنی اسم برده شده، معلومه که این عمرش تا چقدره. الا هو العزیز الغفار، آگاه باشید که اونه که هم عزیز و غفاره، یعنی ابرقدرته، ولی ابرقدرتی است که غفوره، بخشنده است. غفره یعنی پاک کردن و خونسا کردن عوارض کارهای خطای شما. خلقکم من نفس واحده، همه شما رو از یک نفس واحده ای آفرید.
نفس واحده یعنی همون سلول اولیه. خیلی ها تصور کردن رو همون قصه ای که از تورات نقل شده و مفسرین اولیه بعضی از یهودی ها که مسلمون شدن همون اطلاعاتی که از تورات داشتن همراه خودشون وارد جهان اسلام کردن، مفسرین اولیه هم تحت تأثیر قرار دادن، یه حرفای زده شده مفسرین بعدی هی از اونا کپی کردن. اکثریت مردم فکر میکنن که قهرمان این ماجرای آفرینش مرد بوده، خدا در واقع آدم آفریده. تو تورات این چنینه که آدم گفت که خدای ما حوصله‌ام سر میره، تنهام و یه همدمی میخوام. خدا همون رو به خواب برد و بعد بیهوشش کرد، دنده چپش رو در برد، از دنده چپش زن و براش آفرید، گفت خب اینم همدم تو. بعدم به این داستانی که به این درخت نزدیک نشید و از این چیز نخورید، و ولی بالاخره آدم مرتکب اون خطا شد و بعد گفت که چرا این کاری کردی؟ گفت این همدمی که بر من قرار دادی من رو در واقع فریب داد. بعدم میگه که خب حالا تا قیامت درد زایمانو برای اون میذارم. اونم به حوا میگه که مار منو فریب داد، میگه اونم تنبیهش اینه که همیشه سرش رو شما لگد بکنید. یه همچی قصه ای هست و به هر حال در اسرائیلیات ما هم وارد شده، ولی قرآن زن و مرد میگه هر دو از یک سلول آفریده شدن، تفاوتی نیست، هرگز زن از مرد آفریده نشده. نفس واحده یعنی حیات که کوچک سلوله، در واقع از یه نقطه، شاید هم از سلول هم بریم پایین تر. ثم جعل منها زوجها، زوجش هم از همون نفس واحده قرار داد در واقع. و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، و از چهار پایان برای شما هشت نوع رو قرار داده، یعنی چهار زوجه. گوسفند در واقع هم میشه، گوسفند نر و ماده است، بز و گاو، هر کدوم هم یه نقشی دارن دیگه، گاو نر با گاو ماده، اون شخ میزنه این شیر میده، و شتر. خب این حیوانات به این بزرگی در خدمت به هر حال حداقل معاصرینی که اون موقع بودند، خب بشر زندگیش هم همواره از اینا بوده دیگه، از شیرشون و ماستشون و کرب و پنیر و همه چی، گوشتشون و پوستشون و رودشون و حتی فضولاتشون هم سوخت زمستانیشون بوده دیگه. در سوره های مختلف قرآن، سوره انعام، سوره 16 نحل و سوره های زیادی، انواع و اقسام بهره هایی که بشر در طول تاریخ از چارپایان می گرفته، چه سواری و خیلی مفصله دیگه، شاید 20 نوع استفاده هست، چه در مسابقات اسب دوانی و الی آخر، مفصله که دفعه گذشتم یه توضیحی خدمتون دادم. یخلقکم فی بطون امهاتکم، شما رو در رحم مادرانتون همه رو آفرید. خلقا من بعد خلق، خلقت پشت خلقت، اول نطفه بودیم، اول که خاک بودیم، بعد نطفه شدیم، بعد علقه شدیم، بعد مضغه شدیم، مضغه مخلقه و غیر مخلقه الی آخر. در سوره های قرآن بعضی ها 5 مرحله، در بعضی سوره 7 مرحله رو توضیح داده. حالا قدیمی ها که نمیدونستن، ولی حالا کسی حامله بشه زود میتونه از هفته بعد تمام عکس و برحال مشخصات اونچه که تو رحم داره دائما ببینه که در چه وضعیتی هست، چی کار داره میکنه، الان چقدر رشد کرده، کاملا آدم داره این مراحل رو میبینه. اون موقع ندیده چنان ایمان هایی آوردن، امروز باید ببینیم ما که داریم میبینیم این مراحل رشد رو که در تاریکی های رحم در واقع این تحول داره اتفاق میفته، کدوم دسته که داره این رو پرورش میده. فی ظلمات ثلاث، در تاریکی های سگانه. این تاریکی های سگانه رو اونطوری که همه مفسرین گفتند در واقع میگن یکی خود شکمه و بعد رحمه و بعد اون کیسه ایست که
جنین درش هست. ولی یه نوشته ای دیدم یک کسی که متخصص بیولوژیه، من جای دیگه ندیده بودم، در این پاورقی 13 اگه بخونید ثابت میکنه خیر این نیست تنها. میگه تاریکی درون شکم و تاریکی درون رحم تفاوتی نمی کند، هر دو تاریکی دیگه، و یکی از آنها برای تاریک کردن فضای رشد جنین کافی است. ماهیت این تاریکی ها تأثیرشان یکی است. دوم، لایه های جنینی یعنی کیسه آمنیوتیک شفاف است و تاریکی ندارد، اونی که بچه توی اونه. سوم، هر کدام از سه دیواره مذکور خود از چندین لایه تشکیل شده اند. چهار، تاریکی ناشی از سه لایه فوق تأثیر شناخته شده ای بر رشد و تکوین جنین ندارد. این چیزی است که خود منم اینطور تصور میکردم. ایشون سه تا تاریکی دیگه ای مطرح کرده، تاریکی معرفتیه در واقع، توضیحش حالا من خودتون میخونید. اول این که میگه ما 46 تا کروموزوم داریم دیگه، دو جفت 23 تاست، ترکیب که میشه با مؤنث، احتمال این که این چگونه در میاد 23 تا صفر، یه یک بذارین تقسیم بر یه عددی که 23 تا صفر داره، انقدر پیچیده است. این تازه مرحله اولشه. بعدم که میگه خب اینها اسپرم و اوول با هم ترکیب میشن، خود اونم در واقع تغییرات ژن‌های این کروموزوما، اینا هم کاملا متفاوت پیچیده است. یعنی نه تنها خود کروموزوم یه تاریکیه، به احتمال نزدیک به محال بشه پیش بینی کرد که چگونه در میاد، مرحله بعدش هم که شکل میگیره ژن‌ها هم همینطور، و بعد مرحله سومش اینا رو توضیح میده، توضیح علمیه که جنین هم بر حسب اینکه مادر چه حالتی داشته باشه، تحت تأثیر چه شرایط بیرونی بخواد باشه، یعنی از اولین انسانی که رو کره زمین پدید آمده تا قیام قیامت دوتا مثل هم نیستن. پس یه تحولاتی داره تو رحم اتفاق میفته که خاص خودشه، ویژه خودشه، کد خودشو داره. سه نوع تاریکی از مرحله کروموزوم و ژن و بعد شکل گرفتن جنین. حالا ممکنه اون قضیه این شکم و رحم و غیرم باشه، ولی اون یه دیده ساده شه. این از نظر ژنتیک نشون داده که چقدر برای بشر مشکله که بتونه پیش بینی کنه با علم که این چی در میاد. حالا یه چیز محاله در واقع، هیچ کسی جز خدا نمیدونه، چون متغیرها سگانه است. این متغیرهای مختلف مسئله رو کاملا مجهول کرده که فقط اون علم مطلق خداست که میتونه تشخیص بده. ذالکم الله ربکم، این اللهی که ارباب شماست، نه اربابتون اون بت‌ها و واسطه ها که سراغ اونا برید، اولیاء دیگه ای بگیرید. حالا اولیاء زمان ما که قدرتمندان هم هستن دیگه، انسان هان که ولایت مطلقه پیدا میکنن و همه سرسپرده اون میشن و ارباب ها اونا میشن. میگه این اللهی که همه کار دست اونه. لا اله الا هو فانا تصرفون، به جز او چیز دیگه ای نیست، به جز او معبودی نیست. کجا دارید منصرف میشید؟ از این انصراف حاصل میکنید میخواید سراغ چی برید؟ چه چیز دیگه ای به جز الله با این شرایط هست؟ ان تکفروا فان الله غنی عنکم، اگرم بخواین نادیده بگیرید، کفر یعنی نادیده گرفتن، چشم رو بستن به این حقایق، خداوند بی نیازه. خدا که نیازی نداره که بخواد در واقع طرفدار جمع بکنه، بخواد هوادار پیدا بکنه. در جای دیگه میگه ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگه شماها و همه اهل زمینم کفر ورزن، بر دامن که بیاییش ننشیند گرد. خدا که نیاز نداره. ولا یرزا لعباده الکفر، خداوند کفر رو نمیپسنده بر بندگانش. البته پسند خدا این تشبیه برای فهم ماست،
یعنی با قوانین خدا انطباق پیدا نمیکنه ندیدن حقایق. و ان تشکرو یرضه لکم، اگه شکر نعمت به جا بیارید اون چیزی است که خداوند ازش راضیه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی نمیتونه بار دیگری رو به دوش بگیره. چطور فکر میکنید با شفاعت ها مسئله حل میشه؟ دیگران شما رو میان از راه میون بر تو بهشت میبرند. هر کسی بار عمل خودش رو داره میکشه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، بار دیگری رو. ثم الی ربکم مرجعکم، بازگشت همه تونم به سوی الله. فینبئکم بما کنتم تعملون، اون روز همه تونو با اون چه که کنتم تعملون، کنتم استمرارشو میرسونه به اون چه که یک عمر عمل میکردید. تمام اوقات و لحظات عمرتون رو آگاه خواهد کرد که چه میکردید. انه علیم بذات الصدور، خداوند به اون چه که درون دل هاست، درون سینه هاست آگاهه، نه اون چه که فقط عمل میکنید ظهور خارجی پیدا میکنه. اون چه که در سینه تون هست، در دلتون هست، خدا از اونا خبر داره. حالا چرا سراغ واسطه آمیریم؟ اذا مثل انسان زرون دعا ربه منیبن الیه، وقتی که به انسان یک زور یعنی پریشانی، گرفتاری، بیماری، مشکلات مالی، مس یعنی تماس، اینا که بابا گرفتاری نیست، اینا یه تماسه، میخواد بگه این چیزای عادی دنیا که اینطور شما رو پریشان میکنه اینا در حد یه تماسه، عمقی نیست، وجودی نیست. انسان همینه که یه پریشانی باش تماس پیدا میکنه، دعا ربه منیبن الیه، خدا رو میخونه با حالت انابه. انابه یعنی بازگشت، دیگه همه جا رو فراموش میکنه، مستقیم سراغ خداست. در یه جای میگه لزو دعا ان عریض، چه دعاهایی عرض میکنه، چه دعاهایی دیگه وقتی گرفتاره. ثم اذا خوله نعمتا منه، سپس وقتی نعمتی از جانب خدا بهش میرسه، این رفع گرفتاری میشه. این کلمه خوله به چوپان که مثلا مراعات میکنه از گوسفنداش، محافظت میکنه از دامش، همه کارش میپردازه، کارش اصلا اینه که به اینا بپردازه. وقتی خدا مراعاتش رو میکنه، خدا بهش میپردازه، مشکلاتش رو رفع میکنه، نسی اما کان ید او من قبل، اصلا یادش میره که این گرفتار که بود دعا میکرد، همه چی فراموش میشه. جای دیگه قرآن میگه که چی شد؟ میگه آره رفع شد. چی رفع شد؟ فاعل رو هیچ وقت نمیگیم. مریض بودیم خوب شد، پیش دکتر رفتیم یه قرصی داد مؤثر واقع شد، عجب دکتر خوبی، عجب قرص خوبی، ورزش کردم خوب شد، رعایت کردم خوب شد، اصلا فراموش میشه. یعنی خدا کاملا غایب میشه. موقع گرفتاری فقط سراغ اونی، وقتی که رفع میشه عوامل دیگه مطرح میشن، توصیه خوبی فلانی کرد، این کار کردم، اون کار کردم، این غذا رو خوردم، اینجوری استراحت کردم، یا میگه که این علم اندی، با تجربه و دانشی که داشتم تونستم این مشکل رو حل بکنم، گرفتاریم و رفع و رجوع بکنم، بدهیم و بپردازم. و جعل لله اندادن، برای خدا انداد یعنی همتایانی قائل میشه. در یه جای آیه قرآن هست که میگه وقتی که یه دختر پسری با هم آشنا میشن و برحال نطفه ای تشکیل میشه، دیگه دعا میکنن که خدایا اگه بچه سالمی به ما بدی ما دیگه خیلی متشکریم، خیلی شاکرتون میشیم. میگه وقتی که خداوند اون بچه رو بهش میده، جعل لهو شرکا، شرکایی برای خدا قرار میده. ظاهر میپرسیم یعنی چی؟ یعنی بت پرست میشن؟ میگه نه، این دعاش از خدا بود که بچه سالمی به دنیا بده، حالا که آمده همش به حسابای دیگه میذاره،
من خوب ورزش کردم، خوب رفتم، غذای خوبی خوردم، نمیدونم این به خالش رفته، به داییش رفته، این اینجوری اونجوری، همش یه چیزای دیگه مطرح میشه. یعنی سلامت اون بچه‌ای که هست دیگه فراموش میشه که خدایا شکرت که تو در واقع این درون رحم یک همچین موجودی رو که حالا در واقع گرمابخش زندگی ما شده تو دادی. بقیهش واسطه از قرص و دوا و دکتر و همه اینا هم از ملک خداست دیگه. یه دوستی داری میگفت، بعضی ها دکتر قلبه، میگفت سراغ من میاد گفت آقای دکتر شما تلاشتون رو بکنین، ما میریم دعا میکنیم. میگفت اینا فکر میکنن دو تا خداست، یه خدایی که از طریق دعاست، این دعواها مال بشره، مال چیز دیگه است، در حالی که این دعواها مال خداست. تو همون سیستمه، عقلی که برای پزشکاق داده اون عقلم خدا داده که اینا از دل طبیعت از خواص این گیاهان تونستن این دعواها رو بسازن. اونا هم خداییه، اونا هم از کسی دیگه ای نیست. در واقع لیوزل عن سبیله، اینطوری از راه خدا گمراه میشه یا گمراه میکنه. قل تمتع به کفر کرد، بگو کیفت رو بکن، بهرت رو ببه. تمتع یعنی مهم نیست، همینجوری زندگی بکن. تمتع به کفر کرد، با همین نادیده گرفتن خدا ادامه بده. قلیلن، قلیلن یعنی همین عمر کوتاه دنیایی، نه که یه مدتی زود حالا جونتو میگیرم، نه بابا، این دنیا به سرعت برق میذره. اصلا نمیدونم شما با این احساس میکنی که چقدر سریع داره میگذره؟ همین چهارشنبه گذشته مثل این که دیروز بود. چطور انقدر سریع داره میگذره؟ نمیدونم، من خودم زمان برام تند شده نسبت به گذشته. آدم وقتی نگاه میکنه خیلی سریع داره میگذره. اینا قلیله، ادامه بده زندگیت. انک من اصحاب نار، تو داری اصحاب یعنی ملازمت با چیز شدن، تو داری آتشی میکنی زندگی خودتو با این غفلت از قوانین و نظامات. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربهی. اینم شبیه اون امن یجیبه. امن یعنی آیا، پس کسی که این مقایسه میکنه، هر جا خداوند یه انتقادی میکنه به این کسانی که واسطه میتراشن یا منحرف هستن، طرف مقابل رو هم میگه آیا اینا مساوی هن؟ امن هو قانتون آنا اللیله، آیا اون کسی که قانت یعنی فروتن، متواضع، خاضع، آنا اللیل یعنی نیمه های شب، آیا اون کسی که با حالت بندگی، خضوع در برابر مقام کبریایی بلند شده سجده میکنه و قائما برمیخیزه، یعنی به خاک سجده خدا میفته، به یاد خداست، به یاد ابدیتشه، به یاد سرنوشت همیشگیش هست، یحذر الاخره، برحذر میداره خودشو از آخرت، یعنی فکر زندگی ابدیشو میکنه، حذر میکنه از هوای نفس، از ارتکاب گناه، از گمراهی، یحذر الاخره و یرجو رحمت ربهی، امیدوار به رحمت رب بشه. اگه فقط خوف باشه که آدم ناامید میشه، اگه فقط بگه نه خدا ارحم و راحمینه، همه رو میبخشه، در واقع با یه بال پرواز کرده. همه جا قرآن این دوتا رو با هم میاره، خوف و رجا، بیم و امید، این دوتا رو باید با هم داشت، هم ترس از رفوزه شدن، هم اشتیاق قبول شدن، این دوتا با همه، هم باید امیدوار بود و هم نگران بود از اینکه نکنه من سقوط بکنم، نکنه اشتباه بکنم. این دوتا بال پرواز انسانه. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پیامبر بگو آیا مساوی هن اون کسانی که میدونن و اون کسانی که نمیدونن؟ این علم به معنای علم مدرسه نیست. من یادم این تابلوی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی قدیم، این سردر
بالای اسم مدرسه این بود، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونا که میدونن با اونا که نمیدونن مساویان؟ یعنی بیاین مدرسه درس یاد بگیرید. این یعلمون درس در واقع حساب و هندسه و فیزیک شیمی نیست، یعنی اونا که میفهمن میدونن از چه قرار جهان، مسئولیت ها چگونه است، مساویه با اونا که نمیدونن. همش تو زندگی میخوان خوش باشن، فان داشته باشیم، همش بگردیم، یه کاری کنیم که سرگرم باشیم، همش فرار از مسئولیت، فقط اینه که این چند صباحو بتونیم هرچه بهتر خوش بگذرونیم، ناراحتی نداشته باشیم. این نمیدونه قضیه چیه، نمیدونه به دنیا ما نیومدیم که فقط خوش بگذرونیم، ما برای یه هدفی آمدیم، ما باید خودمونو بسازیم، باید ساخته بشیم، مثل مدرسه دیگه. کسی فکر کنه فقط آمده بازیه، سرگرمیه، ورزش بکنیم، خوش بگذرونیم و بریم، نه، آخر سالم هست، دستاورد عمل هر کسی سال بعدش رو تعیین میکنه. انما یتذکر اولو الالباب، کیا میفهمن؟ کیا به قول معروف دوزاریشون میفته؟ اولو الالباب، اولو الالباب ترجمه میکنن خردمندان، ولی کافی نیست خردمندان، لب به هر چیز یعنی مغزش نیست؟ بادوم پسته یه مغزی داره. آدمایی که وجدان دارن، وجدان یعنی واجد یک چیزی هستن، پلیس درونی دارن، ممکنه آدم دانشش از همه فراتر باشه ولی نتونه خودشو کنترل بکنه. اولوالالباب کسانی است که بیدارن، ذاکرن و تقوا دارن، خودشونو مهار میکنن، یعنی خردمندان خدایی، خردمندان حریم دار، کسانی که پایبند قوانین هستند. قل یا عباد الذین آمنو، پیامبر بگو ای بندگانی که ایمان آوردید، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون و ارض الله واسعتون انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پیامبر بگو ای بندگان من، عباده این کسریش به جای یه نشسته، ای بندگان من، بندگانم که ایمان آوردید، اتقوا ربکم، از اون ارباب اصلی پروا داشته باشید. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی خود را مهار کردن، یعنی رعایت کردن، پروا پیش داشتن. اون ارباب اصلی رو بدونید، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، برای کسانی که نیکی بکنن تو همین دنیا نیکی است، و ارض الله واسعتون، زمین خدا وسیعه، یعنی اگه یه جایی نمیتونید، تو مکه نمیتونستید، میکشتن شما رو، شکنجه میکردن، زمین خدا گسترده است، دلیل نمیشه کسی یه جایی متولد شده به مسقط و رأس خودش بچسب و بگه نه من باید اینجا باشم. هر جا بهتر آدم میتونه خودش رو بسازه یا منشأ اثر بشه اون مهمه. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یعنی این است و جز این نیست، صابرون یعنی اونایی که مقاومت میکنند، صبر و شکیبایی میورزند در برابر این مشکلات، اجرهم به غیر حساب، بی حساب اجرشون را خواهند داشت. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. ببینید چقدر این داره تکرار میشه تو این سوره، هیچ سوره‌ای مثل این سوره راجع به این اخلاص در دین سخن نگفته. پیامبر بگو انی امرتو، من مأمور شدم که ان اعبد الله مخلصا له الدین، خدا رو در حالی که دینداریم و عبادتم رو خالص برای او کرده باشم پرستش بکنم. در جای دیگه قرآن هست
میگه بگو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. قل بگو ان صلاتی، صلات یعنی روی کرد، اون چیزی که به سمتش میرم، آرمانهام، ایدئالهام، معبودم. ان صلاتی و نسکی، اگه مناسکی انجام میدم، عبادت های شکلی دارم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای، اصلا حیات من، زندگی من، انرژی من، توانایی هایی که دارم، چه قوت بدنیم، چه مالیم، و مماتی، مرگم هم همینطور، در همش در تعلق به خدا داره، همه چی اونه. این میشه در واقع دینداری خالص، کسی دیگه این وسط نیست. ببینید وقتی اینها نباشه، مردم ما معیاراشون قاطی میشه، انسانهایی بت میشن، بعضی هم سرباز صفر یه شخص میشن، با تمام وجود وابسته به اون میشن، سردار هم میشن، بزرگ هم میشن، جمعیت های میلیونی هم در واقع به استقبال میرن، به بزرگداشت میرن. یعنی در واقع میبینیم چگونه آدم ها در راه باطل فداکاری میکنن، صادقانه در یک راهی که معلوم نیست مورد قبول خدا باشه. به چه دلیل؟ با کدوم معیار قرآنی؟ میبینی که چقدر قاطی میشه؟ حضرت علی میفرماید اگه حق از امتزاج باطل خالص میشد که پنهان نمیموند، باطلم اگه یه جاهایش حق نبود که اونم پنهان نمیموند. میگه حق و باطل سخت در هم تنیده میشه، اینجاست که ابتلای انسان هاست. حق و باطل کدومه؟ آیا هر کسی در هر راهی صادقانه، خالصانه فداکاری کرد، جانشم داد، الزاماً راه حق اونه؟ یا نه باید دید این کار توحیدی بوده یا نبوده؟ این دفعه من اشاره کردم، بودم میبینه، تعجبم میکنه که چطور مرزها قاطی شده، همه چی در واقع از مسیر خودش داره خارج میشه، برای اینکه از خدا خارج میشن بندگان خدا، یک قطب های دیگه به وجود میان، یه عده هم وابسته 100% به اون قطب ها میشن، حالا هر کی و هر چی. میبینیم که تمام وجودشون رو در اون راه میذارن. و امرتو لان اکون اول المسلمین، پیامبر بگو من مأمورم که اول مسلم باشم، نه اول مسلمون، اول کسی که خودم تسلیم به این باشم که به جز الله، به جز خدا چیز دیگر رو نبینم. و امرت لان اکون اول المسلمین. قل انی اخافو، ببینید چند بار هی میگه قل، پیامبر بگو، یعنی پیامبر وقتی اعلام بکنه تکلیف دیگه امثال بنده روشنه. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، پیامبر بگو که به بندگان که منم میترسم که اگر نافرمانی بکنم عذاب عظیم خواهم داشت. پیامبرش هم مسئول نیست که اگر بخواد غیر خدا توجه بکنه، چه برسه بندگان. قل الله اعبد مخلصا له الدین دینی، دیگه چقدر داره تکرار میشه. بگو من الله رو فقط عبادت میکنم، عبادتم یعنی در واقع رام و تسلیم و شیفته او بودن، نه بندگانش. فعبدو ما شئتم من دونهی، هر کسی رو میخوان بجز خدا دنبالش برید، من دونهی بجز خدا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، خالصانه دنبال خدا نمیرید، دنبال واسطه هم میخواییم برید، برید بفرمایید، راهش بازه، ولی بدونید ان الخاسرین، زیانکاران کیا هستن؟ اون کسانی که در قیامت هم خودشونو باختن و هم اهلشونو. حالا اهل میتونه همسر و فرزند باشه، میتونه دوستان باشه،
میتونه پیروان باشه، یعنی هم خودش رو به گمراهی و خسارت و زیان انداخته و هم وابستگان به خودش رو. چقدر آدم باید زیان بزرگی برده باشه که هم خودش رو بدبخت کرده و هم دیگران رو. الا ذالک هو الخسران المبین، آگاه باشید، زیان آشکار اینه که آدم موجب بدبختی دیگران هم علاوه بر خودش شده باشه. لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل، برای اونهاست از فوقشون فراگیرهایی از آتش و در زیرشون. البته اینا ظاهر آیات و اینا بالا پایین نداره، یعنی تمام وجود احاطه کرده. قرآن میگه این آتش، آتش معمولی که نیست، نار الله الموقدت التي تطلع من الافئده على الافئده، آتشی است که از دلها داره شعله میکشه. یعنی این آثار و عوارضش تمام بالا و پایین انسان رو گرفته. ذالک یخوف الله به عباده، یا عباد فتقون، اینه که خدا داره هشدار میده بندگانش رو. ذالک یعنی این شیوه توحیدیه که یخوف الله به عباده، یا عباد فتقون، یا عباده اون کسرش به جای یه اومده، ای بندگان من فتقونه، پروای منو داشته باشید، رعایت بکنید آفریدگارتون رو. هم کسره فتقونه یا عباده، هر دوش منه. در واقع دو تا آیه دیگه هم میخونیم، یک کمی وقتمونم ببخشید که داره اضافه میشه. آیات معروف قرآنه، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این آیه رو متاسفانه از انتهای این آیه میخونن با آیه بعدی و یک برداشت روشنفکرانه امروزی ازش میگیرن. میگن تو قرآن هم گفته که اقوال همه رو بشنوید، بهترین رو انتخاب کنید. قرآن چقدر روشنفکرانه است، گفته که حرفا رو همه رو بشنوید، بهترینش رو اطاعت کنید. این البته برای امور زندگی خیلی خوبه، آدم نظریات مختلف، ولی در ارتباط با خدا، شما توی یه جامعه منحرف از 100 نفرم بپرسین چی کار باید کرد، آیا از بین اونا انتخاب بکنید به هدایت میرسید؟ ممکنه یه جامعه زمان ابراهیم، یه ابراهیم فقط موحد بوده، اکثریت ملاک نیست. پس حساب دین رو باید از حساب امور دنیایی جدا کرد. امور دنیایی بله رو اکثریت ملت هرچی رو خواست. این بهش میگن موضوعات. موضوعات زندگی دموکراسی اکثریت، ولی اونجا که در ارتباط با خداست، اونجا که رأی نمیگیرن، که رأی بدیم نماز بخونیم یا نخونیم، روزه بگیریم یا نگیریم، این چیزا که رأی گرفتنی نیست، زوری هم نیست. میگه آقا دلتون خواست میکنید، دلتون نخواست نمیکنید. میگه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، ببخش بله، آیه قبلش میگه یا عباد فتقون، اما والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اونایی که اجتناب میکنن از تعبد به طاغوت، نه پرستش طاغوت. تعبد یعنی سرسپردگی، یعنی وابستگی. طاغوت کیه؟ طاغوت چیه؟ بعد از انقلاب طاغوت شاهو میگفتن طاغوت. طاغوت یعنی هر کسی که طغیان کرده، یعنی اونایی که از ضوابط خدایی طغیان کردن. رودخانه که طغیان میکنه از مسیرش خارج میشه. کجای قرآن گفته که یه نفر حق داره به جای ملت تصمیم بگیره؟ این میشه طغیان، اونم ولایت مطلقه داشته باشه. اصطلاح طاغوت در قرآن اصطلاحی است که برای دیکتاتورها به کار برده شده،
که نظرشون رو دیکته میکنن. یه نفری میخواد تصمیم بگیره. در این آیه داره در واقع راه حل رو نشون میده. اون کسانی که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، از سرسپردگی، از اطاعت، از سرخم کردن، از دنبال روی از طاغوت ها اجتناب میکنند و انابوا الی الله، برمیگردن به سوی خدا. معیارشون این نیست که آقا چی فرمودن یا فصل الخطاب جامعه کیه، کی تعیین میکنه کجا بریم، همه مثل گوسفند دنبال یه نفر باید برن. نه، اونایی که اجتناب میکنن، نمیرن زیر بار فرد، برمیگردن به خدا، یعنی کتاب خدا. لهم البشرا، بشارت مخصوص ایناست. نمیگه البشرا لهم، لهم جلو اومده انحصار رو میرسونه. خوش به حال اینا، آفرین بر اینها، بشارت بر اینها باد. فبشر عباده، بشارت بده به این بندگان من که تابع طاغوت‌های روزگار نشدند. کیا هستن اینا؟ الذین یستمعون القول، کسانی که قول رو میشنوند. این قول الف لامه. کدوم قول؟ قول یعنی سخن و الف لام یعنی معلومه که چیه. سراغ طاغوت نمیرن، سراغ قول خدا میرن، یعنی قرآن، یا اگه مسیحیه انجیلش، یهودیه توراتش، سراغ حقیقت میره. فیتبعون احسنه، از بهترینش تبعیت میکنه. آیا کلام خدا به و بهتر داره؟ و بله، میگه اگه کسی به شما بدی کرد، فاین عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عاقبتم، میتونی همون مقدار عقوبت بکنی. جزاء سیئه سیئه مثلها، هر کی بدی کرد جزاش همونقده، ولی اگه نکنید فمن عفا و اصلح فاجره الالله، اجرتون با خداست. میگه قصاص اجازه دارید، ولی اگه نکنید به نفعتونه. پس خدا یک راه حلایی هم گذشته، از بهترینش، کاملترین هاش، قدرتتون رو ببرید بالا، بتونید حتی عفو بکنید، قصاص هم نکنید. فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله، اینا کسایی هستن که خدا هدایتشون کرده. و اولئک هم اولو الالباب، اینا هستن که با وجدانن، خردهای خدایی دارن. ببینیم آخرین بخشم در واقع داره راهنمایی میکنه که تابع و تسلیم دیکتاتورها و جباران زمان خودتون نباشید، معیارتون معیار کتاب خدا باشه، قول خدا باشه. ببینید خدا چگونه پسندیده، وگرنه همه میبینیم برده و پیرو قدرت ها میشن، یا شاه پرست میشن، یا شیخ پرست میشن، یا تو کشورهای دیگه هر کی جلو افتاده رهبری دستشه، همه تو اون خط دارن میرن. این آیات در واقع تشویق به اینه که مستقل باشید، با معیارهای خدایی کار بکنید. صدق الله العلی العظیم.